نظریه پردازی در زمینه تحول و تکامل اجتماعی ایران در 30 سال گذشته رونق زیادی داشته است و هیچ کس به اندازه مهمان من در این زمینه فعال نبوده. انتشار ده ها کتاب و تحقیق و مقاله و سخنرانی در گوشه‌های کنار جهان در کنار تدریس در دانشگاه‌های معتبر دنیا که همچنان ادامه داره. او معتقده که روند تجددطلبی ایران نه 100 سال پیش بلکه 1000 سال پیش آغاز شده و جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگری آماده تجدده. عباس میلانی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. آقای میلانی، شما میگید که تجدد به اون شکل، اون چیزی که در غرب ما میشناسیم، در قرن 4 هجری در واقع نزع گرفته یا لااقل زمینش وجود داشته در ایران. استنادتون به چیه؟ استناد من به متونی است که در اون زمان میشه بهش مراجعه کرد. متونی مثل تاریخ بیهقی، مثل نظامی، مثل سعدی، مثل سیاستنامه و در بسیاری از زمینه‌ها اونچه که ما ارکان نظری تجدد اونها رو میدونیم، برخلاف ادعای دو گروه، یعنی کسانی که مخالفین تجدد بودن و میخواستن تجدد رو غربی جلوه بدن و فکولی هایی که در واقع نوکرهای بیجیر مواجب غرب بودن و هر آنچه که خوب بود رو از غرب برخواسته میدونستن، برخلاف نظر این دو گروه، ما میبینیم خیلی از این نظریاتی که ما غربی تلقی میکنیم در این متون تاریخی خود ما در اون دو قرن هست. یعنی ریشه ها و نطفه های یک نوع تفکری که امروز ما بهش تفکر متجددانه میگیم اونجا وجود داره. خب شما مثلا بیهقی، در مورد بیهقی یا اینکه شما اسناد در این حال میکنین به رازی و ابن سینا، اینا چی میگن که نشان دهنده یک نوع گرایش به تجدده؟ ببینید، یکی از ارکان تجدد در زمینه تاریخ باور به این نظر هست که تاریخ قانونمنده، میشه تاریخ رو مطالعه کرد. باور به این قضیه هست که تاریخ رو باید از منظر مستقلی بررسی کرد. ما بی‌طرفی مورخ رو، ما تجربه گرایی یا پوزیتیویسم رو، ما این باور رو که مورخ باید امیال خودش رو ملاک قرار نده، ما این باور رو که مورخ باید بر اساس منابع اولیه کار بکنه، مصاحبه بکنه، در مصاحبه مداقه بکنه، سبک سنگین بکنه، اینها رو گمان میکنیم پدیده هایی است که از تاریخ نویسی مدرن غرب گرفتیم. تمام اینها در بیهقی هست و یک رساله‌ای در تاریخ نگاری و در فلسفه تاریخ نوشته که به گمان من از اون چه که آغاز فلسفه تاریخ در غرب شناخته میشه، یعنی نوشته ویکو، حدود 300 سال جلوتره. به دقت توضیح میده که تاریخش رو از منظر بی‌طرفی داره می‌نویسه. به دقت توضیح میده که اگر من چیزی رو خودم به عینه ندیدم، یا باید روایت مکتوبی میدیدم و اون هم در صحت و سقم اون روایت مطالعه میکردم، بعد در این کتاب اونها رو آوردم. ولی شما آقای میلانی، ممکنه این صحبتهای شما به اصطلاح اون حس ناسیونالیسم ایرانی رو خیلی ارضا بکنه، ولی در واقع شما چند نفر روشنفکری که به وضوح از زمانه خودشون جلوتر بودن رو مثال می‌ذارین برای اینکه یک تجدد طلبی که شما خودتون تعریفی که از به اصطلاح زمینه تجدد طلبی می‌کنین یک خود مغایره. شما میگین که اون چه امکان تجدد را به وجود می‌آورد بافت جامعه است، استعداد درونی جامعه و قدرت بالقوه فکری، اقتصادی و معنوی جامعه است، درک مسئولیت سیاسی، درک حق شهروندی و مانند اون هاست. این که در اون جامعه وجود نداشت، یه عده روشنفکر بودن که یه طور دیگه ای فکر میکردن. اولا اینطور نیست که یه عده روشنفکر بودن که طور دیگه فکر میکردن. ما روشنفکری معمولا نداریم که از افق زمان خودش به طور خیلی استثنایی ورا بتونه بره. روشنفکران مثل بقیه فرزندان زمان خودشون هستن. اگر ما در این قرون، قرنهایی که عرض میکنم،
با نطفه های تجدد وجود روبرو هستیم و من هرگز بیش از این نگفتم نطفه های تجدد وجود برخورد میکنیم، میبینیم در زمینه علم هم دقیقا همینطوره. ابن سینا هست، در زمینه ریاضی هم همینطوره، خوارزمی هست، در زمینه فیزیک و کیهان شناسی هم همینطوره. مراغه، رصدخانه مراغه در زمان خودش بهترین رصدخانه دنیا بوده، از اطراف و اکناف دنیا به ایران می آمدند برای اینکه در این رصدخانه مطالعه بکنند. اینها نطفه های تجدد بودند. کتاب ابن سینا در پزشکی، کتاب ابن سینا در توضیح روش علمی، واقعا شگفت انگیز اینها از لحاظ نوآوریشون. هدف من از این کار، میدونم که ممکنه آب به آسیا به یک دو ناسیونالیسم کاذب بریزه، ناسیونالیسم مثلا مقدم هایی که در قرن 20 میگفتن هر آنچه خوب از ایران در اومده، نه اینطور نیست، خیلی چیزهای بد هم از ایران در اومده. در همون دوران هم خیلی حرفای شنیعی ایرانی ها زدن، در همون دوران که غزالی فلسفه رو منع میکنه، ولی این نطفه ها به گمان من در اون جامعه وجود داشت. دلیلی که من فکر میکنم سراغ کردن این نطفه ها مهمه، هم خودشناسی تاریخی است و هم یه بحث سیاسی مهمتره، و اون جدا کردن مسئله تجدد از غرب، یعنی معاندین تجدد در 100 سال اخیر این باور رو رایج کردن که هر کی تجدد میخواد نوکر غربه، تجدد وسیله استعماره. درسته جنبه هایی از تجدد مورد سوء استفاده استعمار قرار گرفت، ولی تجدد نه مال غربه نه الزاماً وسیله استعماره. و اگر ما بتونیم این دو رو از هم جدا بکنیم، یک شکست نظری وارد کردیم. ولی اگر شما در واقع با این استدلال شما ایران بایستی در زمینه تجدد پیشرو باشه نه غرب، حالا سوال اینجاست که اگر این زمینه ها و این نطفه ها وجود داشت و تا حدودی میبالید، اولا این قضیه واقعا مورد محتاج مطالعه خیلی بیشتر هست، و حرفی که شما میزنید اتفاقا بسیاری از مورخین زدن که اگر ما قرن 12 رو ملاک بگیریم، برنارد لوئیس که طرفدار ایران هم که نیست، برنارد لوئیس میگه اگه ما قرن 12 یا 13 در نظر بگیریم، اگر قرار تجددی اتفاق بیفته، حدس ما باید این باشه که این تجدد در این سو قرار اتفاق میفته، ولی اتفاق نیفتاد. چرا؟ به نظر من رواج چند جریان، مهمتر از همه حمله مغول بود. حمله مغول بسیاری از این مراکز شهری رو، بسیاری از این جاهایی که واقعا کانون تفکر بودن از بین برد، ری، نیشابور، مراغه. دوم رواج تصوف بود. تصوف هم عقل نقاد این جهانی رو تضعیف کرد. و سوم رواج بنیادگرایی اسلامی بود، بنیادگرایی که در نظرات کسانی چون غزالی ریشه می گرفت و می گفتن که انسان جامعه مسلمان فقط به شریعت و به قرآن نیازمنده و خرد، خرد علمی آغاز الهاده. همین حرفی که امروز هم اتفاقا زده میشه. بسیار خوب، ما به امروزش هم برمیگردیم. آقای میرعلی، من شما میگین که یافتن ذهن و زبان ایرانی برخواسته از تجربه تاریخی ایران شرط نخست تجدد فکری و شناخت واقعی تجدد. چطور؟ گمان من این است که یک دلیلی که تجدد نسل اول متجددین با شکست روبرو شد این بود که اینها در همه زمینه ها فکر میکردن که تجدد یعنی تقلید از غرب. تازه از مثلا حدود دهه 40-50 مسیحی هست که ما کسانی رو پیدا میکنیم در عرصه های مختلف، از ابراهیم گلستان بگیرید تا در عرصه نقاشی و معماری، عزیز فرمان فرمایان، سبک سقاخونه، اینها به این ترتیب به این نتیجه میرسن که تجدد ایرانی تقلید از غرب نیست. تجدد ایرانی غوری است در سنت ایران، برکشیدن اون چیزایی که از این سنت قابل استفاده است، دفع اون چیزایی که قابل استفاده نیست، و ترکیبش با چیزهای بین المللی که میشه وجود داشت، یعنی ایرانی جهانی بودن، سبک معماری مقدم،
مقتدر، سبک معماری فرمانفرمایان در دوره آخر کارهاش در ایران، نقاشی هایی که مثلا در سبک سقاخونه میشه، پرویز کلانتری، اینها هم مدرن هستن هم به طور غیر قابل اشتباهی ایرانی هستن، ولی نسل قبل نقاشا کارهای مدرنشون قابل تفکیک نیست. در واقع اینایی که مثال زدین در زمینه یافتن اون ذهن و زبان ایرانی تلاش کردن، چقدر موفق بودیم؟ من فکر میکنم آغاز کاره و فکر میکنم در این زمینه خیلی موفق بودیم. من فکر میکنم همین نسل در عرصه موسیقی کارهای بسیار بکری کردن، موسیقی رو سعی کردن عوض کنن، در عرصه معماری عوض کردن، اصلا نگاه معماری رو عوض کردن، در عرصه نقد ادبی آمدن و گفتن که با ابراهیم گلستان در واقع شروع میشه، بعد گلشیری ادامه پیدا میده این کار رو، که ما اگر میخواییم رمان نویس خوب بشیم فقط نباید پروست رو بخونیم، باید تاریخ بیهقی رو هم بخونیم. از دل قرآن هم میشه بافت قصه نویسی بکری پیدا کرد، فقط از پروست و فلوبر نیست که قصه نویسی یاد میگه. تو عرصه نقد، تو عرصه نقاشی، توی عرصه معماری، اون چه که به نظر من مشکل آفرید وقتی بود که ما همین تلاش رو کردیم در عرصه سیاسی. در عرصه سیاسی وقتی که خواستیم یک تجدد نیم بند شاه رو، خب نپذیرفت جامعه، برای اینکه شاه مهمترین رکن تجدد یعنی دموکراسی رو بر نمیتابید، میخواست نصف تجدد رو بخره بیاره، واقعا هم میخواد بخره، ولی در تجدد نه خریدنی است، نه تحمیل کردنی است و نه تقسیم کردنی است، وقتی بیاد کل نظام رو تغییر میده. و به همین خاطر ما وقتی در این زمینه‌های مختلف دیگه به درون سنت رفتیم، ازش چیزای بکری درآوردیم، چون سنت اون چیزای بکری داشت که زمینه داشت. در زمینه سیاسی استبداد سیاه در سنت اون بیشتر نبود، برخی نظریه پردازانی بودن که حرفای غیر استبدادی زدن، ولی حاصل همون شد که دیدیم به یک نوع سنتی رجعت کردیم. ولی با این حال شما پروسه تجدد رو یک روند هزار ساله میدونید، و تو این هزار ساله اگر مقطعتون همون زمان ابن سینا و رازی و بیهقی باشه، اینطوره، همون مقطع رو در نظر دارید وقتی صحبت از هزار ساله، روند هزار ساله میکنید؟ مرادم از این روند هزار ساله دقیقا این است که این نطفه ها در اون زمان در ایران پیدا شد. درسته. در زمینه‌های مختلف هم پیدا شد. یعنی منظور من اینه که مبدأتون همون زمانه. خیلی خوب، اگه مبدأتون همون زمان باشه، الان کجای این مقطع، این روند هزار ساله هست ایران؟ من فکر می‌کنم امروز ایران در آماده ترین لحظه تاریخش هست برای تجدد، به این معنا که به گمان من برای اولین بار هم شرایط فکری هم شرایط اجتماعی برای تجدد آماده است. وقتی که مشروطه به ایران آمد، که بدون شک تلاشی در جهت تجدد خواهی بود، فکر مشروطه آمد، ولی بسیاری از چفت و بستای اجتماعی که برای مشروطه لازم هست، یعنی جامعه مدنی، وجود نداشت در ایران. بسیاری از روشنفکران ما مفاهیم تجدد سیاسی رو نیمبند می‌فهمیدند، از عرفی گرایی صحبت میکردن، ولی برای اقلیت‌های مذهبی مثلا حقی قائل نبودن، حاضر نشدن تساوی بین زرتشتی و مسیحی و بهائی و یهودی و مسلمان در قانون اساسی قائل بشن. امروز هم اون تفکر غنی‌تر شده، هم جامعه مدنی بیشتر شده، هم جامعه شهرنشینی ایران وسیع‌تر شده، هم این اصل تساهلی که دوباره رکن دیگر تجدد هست رواج پیدا کرده، و ما به یک پدیده واقعا شگفت‌انگیز تاریخی برخوردیم. خب حالا در وقت انقلاب مشروطیت طبیعتا یک انقلاب تجدد خواهی بود به علت ماهیت خودش، ولی بسیاری معتقدند که انقلاب اسلامی در سال 1357 یک عقبگردی بود، در واقع این روند این تجدد خواهی رو به نوعی متوقف کرد، لااقل کند کرد. نظر شما چیه در زمینه؟
من فکر میکنم آیت الله خمینی شاید مهمترین تجدد ستیز تاریخ معاصر ایران هست. یعنی رسما با تجدد مخالفت کرد، در نوشته‌هاش ابایی نداره از این که بگه ما تجدد غربی نمیخواییم، ما دموکراسی نمیخواییم، دموکراسی در قیاس با حکومت شهر کاملا درجه دوم هست. ولی وقتی که انقلاب ایران داشت شروع میشد در 78، آیت الله خمینی در مورد این نظراتش صحبت نکرد. 1978 در مورد این نظرات صحبت نکرد، در مورد دموکراسی صحبت کرد. یعنی یک چهره ای از نظرات خودش داد که با بافت واقعی نظرات خودش سازگاری نداشت. انقلاب 1979 به نظر من انقلاب دموکراتیک بود، ولی حاصلش یک نظام بقایت غیر دموکراتیک شد. یعنی نظام ولایت فقیه که اصل اساسی تجددخواهی رو که رأی مردمه نمیپذیره. فقط این نیست که این دفعه در انتخابات رأی مردم رو تقلب کردن، نخوندن یا به رسمیت نشناختن. در اصل ولایت فقیه رأی مردم مشورتی است. حکم اصلی با ولی فقیه. مشروعیت تجدد مشروعیت برخواسته از اراده مردمه، ولا غیر. مشروعیت ولایت فقیهی که در نتیجه انقلاب آمد بسته به رأی مردم نیست. آیت الله خمینی به صراحت گفت که اگر یک نفرم در کتابشون نوشتن یک نفرم به ولایت فقیه معتقد نباشه، تنها حکومت مشروع هر زمان حکومت فقیه. ولی آقای میلان، این به اصطلاح برداشت روشنفکریه و روشنفکرای لائیک از به اصطلاح مجموعه روند انقلاب و حاصل انقلاب هست که نگاهی کاملا انتقادی دارن به این مسئله، ولی در عین حال کسان دیگه ای هستن در طیف مذهبیون و کسانی که موافق انقلاب بودن و فکر میکنن که انقلاب اسلامی انقلاب درستی بود، استناد اونها بیشتر به اینه که همه این اتفاقاتی که افتاد مورد قبول مردم واقع شد و مردم تمام مدت طرفدارش بودن. اگر که بر اساس تعریف خودتون بریم که تجدد با زمینه عینی جامعه براش وجود داشته باشه، اتفاقا زمینه ظاهرا برای یک حکومت دینی از نوعی که آیت الله خمینی به اصطلاح به ایران آورد وجود داشت تا تجدد. والا من فهم میکنم که اگر شما به قانون اساسی اولی که خود آیت الله خمینی پیشنهاد کردن وقتی به ایران برگشتن، اگه اونو ملاک بگیریم، ملاک اون بگیریم که جامعه ایران بعد از انقلاب چی میخواست، اون قانون اساسی رو بگیریم، در اون قانون اساسی یک کلمه اشاره به ولایت فقیه نیست. قانون اساسی اول قانونی است دموکراتیک، قانونی است که در اون جمهوری وجود داره، بدون شک رأی و نفوذی برای روحانیت هست و اشکالی هم در قانون مشروطه هم یه چنین چیزی بود. اون الزاما مباینه چیز نیست. مباین دموکراسی زمانی میشه که شما رأی مردم رو چیزی بگیرید. و اگر این مدافعان رژیم به حرف خودشون باور دارن، من فهم کنم خیلی ساده است این مسئله رو به آزمایش بگذاریم. اجازه دادن یه رفراندوم بگذارن در ایران، همین امروز یه رفراندوم بذارن، من فهم کنم دهن تمام مخالفینش رو در دنیا خواهند بست. یه رفراندوم زیر نظر سازمان بین‌المللی که مورد وثوق همه باشه بذارن، بپرسن آیا مردم میخوان این رژیم رو یا نه. جواب سوال خیلی ساده است، احتیاجی نیست به حرف روشنفکران سکولار گوش بکنیم، به حرف مردم گوش کنیم. بسیار خب، حالا صحبت از روشنفکران کردید، نقش روشنفکرها توی این روندی که شما میگین که این جامعه رو آماده است الان برای تجدد، نقش روشنفکرها چی بوده در این؟ چقدر مؤثر بودند؟ گمان من این است که اتفاقا نقش روشنفکرها داره عوض میشه یا عوض شده، به این معنا که در آستانه انقلاب مفهومی که جامعه ما از روشنفکر داشت و رسالتی که برای روشنفکر قائل بود، مفهومی بود که متأثر از مفهوم روسی بود، یعنی اینتلیجنسیا، یعنی روشنفکری که در واقع شکل عرفی شده ی امام زمان بود، یعنی کسی که بیاد و جامعه رو نجات بده. روشنفکران خودشون رو هم رهبران جامعه میدونستند، هم جامعه اونها رو به عنوان یه چیزی شبیه به منجیان تلقی میکرد. وقتی که انقلاب شد، وقتی که معلوم شد اونچه که از انقلاب در اومد دموکراسی نوید داده شده نیست، وقتی که مردم به بلوغ سیاسی بیشتری رسیدند، اون وقت
اهمیت روشنفکران و نوع روشنفکرانی که مردم بهشون وثوق دارند تغییر کرد. اگر قبل از انقلاب صمد بهرنگی مثلا روشنفکر مورد وثوق همگانی بود و خیلی بهش اعتنا می‌شد، امروزه در عین اینکه به صمد بهرنگی احترام می‌گذارن، سعید سیرجانی است که کتاب‌هاش خواننده داره. سعید سیرجانی با مفهوم روشنفکر روسی نمی‌خونه، ولی روشنفکره، به خاطر اینکه به گمان من ایران رو خوب می‌شناسه و تجدد رو خوب می‌شناسه، جهان رو که کم و بیش می‌شناسه. این تحول در مفهوم روشنفکری به نظر من یکی از ابعاد لازم تجدد هست. ولی در این حال ما طی سالهای اخیر در ایران شاهد یک روشنفکری جدیدی بودیم، روشنفکری دینیه که میزان تأثیر و نفوذشون به نظر میرسه به مراتب بیشتر از روشنفکرهای لایک در جامعه بوده و هست. والا من آماری در مورد این قضیه ندارم، نمیدونم که چطور میشه این رو به قطعیت گفت. فهم کنم نمونه هاش هست، مثلا فرض کنید که اگر که آقای خاتمی رو هم جزو این روشنفکران دینی بدونیم، میبینیم رأی بسیار بالایی در جامعه ایران میاره برای اینکه دوبار رئیس جمهور کشور میشه. بله، ولی ما این رو نمیتونیم فرض بر این بذاریم که اگر یه روشنفکر غیر دینی مجاز بود در اون انتخابات شرکت بکنه، از صافی خبرگان و نگهبان میگذشت چقدر رأی می آورد. اینها رژیم رو یه جوری کردند که فقط یه عده‌ای میتونن در این انتخابات، ولی روشنفکران دینی حتما نفوذ دارن، من منکرش نیستم، فقط کمیتش رو واقعا نمیدونم. من فهم میکنم روشنفکران دینی هم اکثریتشون، حداقل اونایی که من میشناسم، مهمترینشون، خلاقترینشون دارن کم کم به این نتیجه میرسن که مفهوم روشنفکر دینی به نوعی مفهوم متضادی است، مانع الجمع هستن. شما میتونید روشنفکر باشید به معنای روشنفکر، هم منظورش ملاکش این است که همه چیز براتون قابل شکه، به همه چیز میتونید شک بکنید، کارتون اندیشیدن در مورد مسائل جهانه بدون هیچ ترمزی. اگر ترمزی باشه، اگر شما مثلا به جایی برسید که نظرتون با اصول مذهب ناسازگار باشه، اون وقت باید یا روشنفکرتون رو با بگذارید یا مذهبی بودن. ولی اجازه بدیم بپردیم به مسائل جاری. مسائل جاری ایران و اتفاقاتی که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری افتاد خیلی ها رو شگفت زده کرده. یعنی یک جنبش اعتراضی که خیلی مشخص اعتراضشون به یک مورد مشخص در مورد به زعم اونها که تقلب در انتخابات شده بود شروع شد، ولی اونچنان همگیر شده، ولی در این حال تعریف مشخصی هم از این نوع تحول و به صورت شورش، یا اگه اسمش گذاشت شورش اجتماعی، نیست جایی. شما به عنوان نظریه پرداز در واقع چطور میبینید این جریانات رو؟ من فهم کنم اولا بودن بعضی ها که پیش بینی میکردن چنین مسئله خواهد شد، یعنی بودن کسانی که معتقد بودن وضع پیش از انتخابات واقعا وضع قابل دوامی نیست، برای اینکه بلوغ جامعه به مرحله رسیده که این نوع ترمزها رو در مقابل حقش نمیپذیره. من فکر میکنم نوع حرکتی که در اینجا اتفاق افتاد اتفاقا از یک نوع حرکت تازه دموکراتیکه، برخلاف اونچه که رژیم ادعا میکنه. اینها ساخته و پرداخته آمریکا نیست یا انگلیس نیست، اینها ساخته و پرداخته شرایط قرن 21 هستند. مردم ارتباطات وسیعی با هم دارند، مردم امکان تشکل دارند، مردم از خشونت بیزار هستند و این امکانات و تجمعشون در شهرها و واقعیتی که از تجربیات همدیگه یاد میگیرن، این نوع انقلاب ها رو به نظر من تبدیل کرده به یکی از بدیل های غیر خشونت آمیز تغییر. یعنی حرکت توده‌ای وقتی که مردم با اعتراض مسالمت آمیز خودشون، با ابهت و وسعت اعتراض خودشون رژیم رو به لرزه در میاره. آقای میلانی، شما به عنوان نظریه پرداز که توی مسائل تکامل و تحول اجتماعی خیلی زیاد کار کردید، این که با وجود تمام خشونت هایی که علیه این تظاهرات اونطور که
داریم میبینیم شده، ولی این افراد و کسانی که در خیابان‌های تهران یا اشکال مختلف اعتراضشون ادامه میدن به هیچ وقت دنبال خشونت نرفتن. این شما رو مثلا یه خود این مقدار غافلگیر نکرد با توجه به روحیه‌ای که در جوامع مثل ایران از قدیم الایام وجود داشته؟ نه من غافلگیر نکرد، من برای اینکه فکر کردم و نوشتم این رو قبلا، من گمانم این بود که مردم با تجربه انقلاب 1979 متوجه شدن که اگر انقلاب خشونت آمیزی بشه و اصولا اگر انقلاب بشه و خشنترین متشکلترین و بی اخلاقترین گروه ها هستن که در اون بحبوه میبرن. این تجربه انقلاب در انقلاب فرانسه روبسپیر در آغاز برد. مردم متوجه شدن که اگر دموکراسی میخوان باید از طریق دیگری جز خشونت به قدرت برسند. رژیم ها اونجوری حکومت میکنن که به قدرت رسیدن. رژیمی که قدرت رو دزدیده از مردم دائم باید با دزدی ادامه حکومت بده. رژیمی که از طریق دموکراتیک غیر خشونت سر کار بیاد میتونه به طریق دموکراتیک و غیر خشونت حکومت بده. خیلی متشکرم آقای عباس میلانی از شرکتتون در برنامه دیگر. ممنون از شما.